بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما موثرین گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سلامت باشین. به جلسه 27 به سلسله درس های قبلی رسیدیم. عناصر زیاد مصرف بحث شد، عناصر کم مصرف توضیحات کلی در رابطه با کاربرد، اهمیت و مسائل مختلف که در رابطه با خود عناصر کم مصرف بود و تعداد از اینها ها و اهمیت از اینها ها بحث شد. قسم که من قبلا خدمت شما ارائه کردم، گفتیم که یک عنصر خیلی معذرت یک دقیقه عنصر اولی و عنصری که آهن است و به شکل کیلات در بازار وجود داره، این عنصر، عنصر آهن، از جمله عناصری که در میتونیم بگیم در بین و بین قرار داره و حتی بعضی از متخصصین میگن اندازه قابل اهمیت است که جزء عناصر زیاد مصرف میگیره و بعضی هم اینا رو در ما بین بین عناصر زیاد مصرف کم مصرف. خب به هر صورت رأی اکثریت بر عناصر کم مصرف است و این شامل از عناصر کم مصرف میشه. خود آهن در حال خوب از جمله عناصر کم مصرف است که در بین عناصر در بین میکرو المنت ها از دگرا بیشتر استفاده میشه، مقدار ازی بیشتر است، برای نبات قابل اهمیت تر است و نبات در مقدار بیشترک نسبت به سایر عناصر کم مصرف به این عنصر و به این کود ضرورت دارد. آهن در خاک میگه به اشکال اکساید، هیدروکساید، فاسفید، منرال آهن و یک جا با سلیکت ها و کلی ها دیده میشه. سلیکت نه، سلت ها شده او سلت است و یک جا با سلت و خود کلی دیده میشه و شما این اشکالیه که در خود خاک میتونه وجود داشته باشه. خب به علایم قلت از او در افغانستان بیشتر در باغ های ستروس و سیب دیده میشه. آهن در ساختار کلروفیل هم ضروریه. ببینید باغ های ستروس سبز رنگن و ما شما بلا فاصله که کمبود ازی در ای خاک ها مشاهده بکنیم نمایان میشه و خود سیب، خود گلابی، خود بهه، اینا از جمله درختانیه که بیشترین استفاده را نسبت به سایر از عناصر کم مصرف با آهن داره و بلا فاصله نبات رو در مقابل کمبود ای عنصر و کمبود ای کود واکنش نشون میده و همچنین ضرورت بیشتر نسبت به سایر از عناصر با کود آهن داره. این سیب، گلابی و همچنین بهی و سایر ستروس ها و سایر از دیگه از درخت هایی که بیشتر ضرورت دارن و شامل از خاندان میشن. برای فعال شدن بعضی از انزایم ها ضرور است و برای من حیث کتلیست هم وظیفه اجرا میکنه، هم انزایم رو فعال میکنه و هم نقش کتلیستی داره. علائم قلت آهن زمان میگه که خوب ظهور میکنه که نبات با آهن خوب قلت از این احساس بکنه و خوب به کمبود از این مواجه بشه و دیگه ما سلفیت آهن میتونیم ما این قلت رو برطرف بکنیم. خودمو برگ های جوان در او علامت ظاهر میشه و مو رنگ پریدگی و تا سفید رنگ و رنگ سبز کم رنگ رو به خود میگیره و باعث از این میشه که شما بلا فاصله یا زرد رنگ حتی تا مایل پیدا میکنه و
رنگ خود از دست میده و شما میتونید که مشاهده کنید. یکی از خیلی مهمترین عنصرهای خود آهن که در کمبود ازی در خاکای ما احساس میشه و این کمبود ازی به دلیل همون محیط جغرافیایی خشکیه که افغانستان داره و با مخاطری انصار هم میتونیم بگیم که کمبود ازی در خاکای ما و شما نسبت به سایری از عناصر وجود داره و این باعث ازی میشه که نبات و کمبود ازی مواجه بشه. دیگه مقدار آهن در خاک میگه بین 10 تا 1000 پی پی ام است. ما چند تا اصطلاح داریم که اوناها با هر یک از اوناها واحدها مثل سانتی متر است که من ایره شک ندارم که در خاک شناسی شما مثال خواندن پی پی ام و پی پی تی و پی پی بی. اینا واحدهایی که برای با غلظت های خیلی کم استفاده میشه. وقتی غلظت یک شی به اندازه خیلی کم است از این واحد ها استفاده میشه. مثلا پی پی ام پارت بر میلیون، یعنی یک بر میلیون، یعنی از یک میلیون حصه یک حصه. وقتی میگم پی پی بی دیگه بخش در میلیارد میشه و پی پی تی که میگن بخش در تریلیون میشه. یعنی به اندازه واحد کوچک میشه، به اندازه غلظت کوچک میشه که شما میتونیم ایره با این واحد ها افزایش بدید. و دیگه که خود مفهوم، مثلا اگر ما بیم میگم 10 پی پی ام یا 100 پی پی ام میباشه مقدار ازی، یعنی ایزی که در هر کیلوگرم از این 10 پی پی ام ای چی داره تا 100 پی پی ام ای آهن داره. حالا اگه مثال من برای شما بزنم، مثلا 2 پی پی ام یعنی 2 میلی گرم از یک ماده حل شونده در یک کیلوگرم از محلول حل شده، یعنی 2 میلی گرم. اگه 2 پی پی ام میگم یعنی 2 میلی گرم، و اگه 10 پی پی ام میگم یعنی 10 میلی گرم در یک کیلو. اگر ایره در آب که کثافت از او ما ایر بیم محاسبه بکنیم، در لیتر محاسبه میشه، و اگر در دیگه اجسام دیگه کثافت از اونها فرق میکنه، شما میتونیم ایره در کیلو یا پارت بر میلیون، یک بر حصه، یک بر میلیونوم حصه. اگر بیشتر در غلظت های خیلی خاک، یعنی اگر یک جایی بوده که 2 پی پی ام یا 3 پی پی ام، یعنی 2 میلی گرم در یک کیلو گرم. خب کم خود کثافت آب هم کیلو بر لیتر که شما او رو میتونیم بر لیتر باز، اگه در مقدار از آب میخواستم بیر محاسبه بکنیم میتونیم که او رو باز بر لیتر کم و میلی گرام بر لیتر کیلو و باز میلی گرام بر لیتر چی میشه. دیگه چیز در رابطه با پی پی ام نیه و مقدار از این 10 تا 100 پی پی ام است، یعنی 10 میلی گرم بر 1 کیلوگرم تا 100 هزار 10 تا 100 هزار پی پی ام هست. مثلا 10 تا 100 هزار یا 10 هزار یا 100 هزار میلی گرم در 1 کیلوگرم خاک وجود داره. از جمله مهمترین منرال هایی که آهنش تشکیل میده ایلیون، پایرایت، جنوتایت و هیماتایت. هیماتایت یک منرال بود که در بین کلسیم دولمیت هم بود و همچنین من فکر میکنم هیماتایت هم یک از منرال های کلسیم و مگنزیم هم بود، یا پتاشیم است. پتاشیم است هیماتایت. و دیگه جنوتایت، پایرایت و الیوین، اینا ها از جمله منرال های هستن که من فکر میکنم در منرال های اولیه هم قرار دارن، شامل منرال های اولیه هن. اینا ها مهمترین منبع خود آهن هستن.
قابلیت جذب آهن در خواب تحت تاثیر پیچ خلیایی، عدم تهویه کافی و همچنین پیدایش مقدار زیاد آیون بایکاربونیت و نبودن مواد عضوی کافی به شدت کاهش می‌دهد. خب جذب هر عنصر میتونه او را پی اچ مختل بسازه، میتونه هر پی اچ روی جذب هر عنصر تاثیر مثبت و منفی داشته باشه. تاثیر مثبت و منفی به این معنا که اگر یک پی اچ که در خانه باشه و نباید نتونه از او استفاده بکنه و او پی اچ بلند باشه و یا کم باشه، نباید نمیتونه او عنصر رو بخواه جذب کنه. و اگر پی اچ در خواه باشه باعث از این میشه که او عنصر نباید جذب بکنه و استفاده بکنه. تحلیه خیلی رول داره. خود تحلیه باعث از این میشه که اگر ما و شما تحلیه مناسب داشته باشین و خاک ما و شما به صورت درست از او هوا دیدگی داشته شده باشه و هوای خاک که شما در خاک شناسی گفتیم که خاک از چهار قسمت تشکیل میشه: مواد عضوی، مواد غیر عضوی، هوا و خاک، که تقریبا 25% از او را تهویه تشکیل میداد، 25% از او را آب تشکیل میداد، 45% از او را مواد غیر عضوی، 5% مواد عضوی، 100% یا خاک تشکیل میداد. خب تهویه جهت منرالایزیشن، اکسیدیشن، ارجاع و سایری از تعاملات کیمیاوی و یا عملیات که باعث تجزیه و در دسترس قرار دادن خود از آهن بر نبات باشه نشد. دیگه کمی از مواد عضوی در خاک، این هم سر قابلیت جذب آهن چی نشد. اگر در یک مقدار کم ما و شما مواد عضوی هم در خاک داشته باشین، این هم باعث از این میشه که سرعت جذب آهن بیشتر بشه. همچنین کیفیت نامناسب آب آبیاری، این هم از جمله عواملیه که قابلیت جذب در خاک کاهش میده، جذب آهن. حالا کیفیت آب ما بخصوص خصوصاً مثل بایکاربونیت، که اگر ما و شما آبای ما و شما زیاد بایکاربونیت داشته باشه، این خود از این باعث از این میشه که خود سرعت جذب چکار بکنه؟ کاهش بده و جذب آهن و انتقال از این در داخل خود همی نبات با مشکل بکنه. دیگه در این شرایط باعث از این میشه که خود سرعت جذب آهن در خود نبات با مشکل مواجه بکنه و نبات نتونه که ایره استفاده بکنه. یک دیگه از دلایلی هم هست که یک من قبلا اشاره کرده بودم که بعضی از کودها در مقابل بعضی از کودها به دلیل واکنش های کیمیاوی انجام میده. اینها باعث ازی میشن که سرعت جذب بعضی از عناصر مثل پی ایچ که قبلا خدمت شما ارائه کردم و گفتم که حالا پی ایچ حالا یا بلند میشه یک مقدار یا کم میشه، سرعت جذب بعضی از عناصر کاهش میده. خود کودهای فسفوری یا فسفرستار، ایناها هم میتونم بگم که از جمله کودهایی هست که گاهی وقت غلظت خصوصا نمایون آیون بایکاربونت که زیاد میشه، اینها چیکار میشن؟ باعث میشه که جذب آهن با مشکل مواجه بکنن و خود سرعت جذب آهن کاهش بده. دیگه شرایطی که موجب خود افزایش محلولیت آهن در خواب میشه همه شرایط پیشتر است و تهویه مناسب که قبلا ارائه کردم. دیگه افزایش خود کودهای عضوی و سبز
هر اندازه که ما و شما مواد عضوی و کدهای سبز در خاک اضافه بکنیم، ای خود ازی باعث ازی میشه که همون شرایط فیزیکی و بافت خاک متعادل تر در جذب عناصر بشه. دیگه عدم مصرف آبهای حاوی بایکربونات، خود ازی که قبلا برای شما گفتم اگر ما و شما آبهای ما خصوصا در این سالها بیشتر کربونات از اینا بایکربونات از اینا کمک زیادتر است و ای خود از این آبها اگر ما از اینا تا حد امکان استفاده صورت نگیره بهتر است و ما بیشتر ما میتونیم که سرعت جذب آهن بیشتر و خود کودهای آهندار که در بازار وجود داره و به شکل کلات ها وجود داره شما میشه که از اونها ها استفاده کنید. شما تا جلسه دیگه که خیلی بقیه از این درس باقی مانده به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله در جلسات بعدی موضوعات مهمتر و هر آنچه که در رابطه با خود عنصر کم مصرف آهن باقی مانده بود در جلسات دیگه خدمت شما اعلام میشه. تا جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ.